در این روزها هنرمندان موسیقی روسیه آهنگهای افغانی را در مسکو اجرا نمودند. هنرمندان موسیقی برای دوستداران هنر و کلتور افغانستان پارچه های موسیقی ملی افغانی و آهنگهای هنرمندی مشهور کشور احمد ظاهر را اجرا کردند. نجیب الله شینواری آتشه فرهنگی سفارت افغانستان در مسکو در مصاحبه با خبرنگار رادیو صدای روسیه گفت: نن موږ یو ښکلی ماښام لرو. د لومړي ځل لپاره په روسیه کې د افغانستان د موسیقي د آلاتو کنسرت جوړیږي چې دا یو ډېر ښه په زړه پورې نوښت دی. او موسیقي سرحد پولې نه پېژني او موږ نن دا سر په سترګو ګورو چې په رښتیا هم موسیقي پولې نه پېژني. موسیقي هنر په مجموع کې کلتور دا ولسونه او ملتونه سره نښلوي، یو ځای کوي. او موږ هیله لرو چې دغه راز نوښتونه دوام ومومي. زه په مسکو کې د افغانستان د کلتوري استازي په توګه کار کوم چې څنګه کولای شو د افغانستان او روسیې ترمنځ کلتوري مناسبات او اړیکې لا پراختیا ومومي. موږ دلته د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې کلتوري موافقې د لاسلیک اړتیا وینو. که چیرې دغه راز یو موافقه لاسلیک شي، نو موږ به امکانات ترلاسه کړو چې په کلتوري برخه کې لا ډېر زیات کارونه وکړو. زه فکر کوم چې اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ، د دواړو ولسونو ترمنځ، د دواړو ملتونو ترمنځ ټولې اړیکې او په ځانګړي ډول کلتوري اړیکې ډېره وده او پراختیا ومومي. ځکه کلتور دی چې خلک سره نږدې کوي. موږ ورته کنسرتونه کولای شو چې په کابل کې جوړ کړو. دغه هنرمندان چې دلته نن د افغانستان د موسیقۍ آلی غږوي او د افغانستان ډېرې ښکلې سندرې او ترانې چې د خلکو د ژبې پر سر دي هغه غږوي، دوی کولای شي چې په افغانستان کې دغه کنسرت ترسره کړي. همدارنګه زموږ هنرمندان کولای شي چې مسکو ته راشي، دلته کنسرت ورکړي. موږ کولای شو چې ګډ کنسرتونه ترسره کړو. پر دې سربېره کولای شو چې موږ راز راز نندارتونونه جوړ کړو. د سارې په ډول باندې د انځورونو نندارتون، د لاسي صنایعو نندارتون، همدارنګه د نقاشۍ نندارتون. دغه ډول تدابیر او دغه ډول ناستې، غونډې، مخامي دا د دواړو هیوادونو د اړیکو په نږدې کولو کې خورا مهم ګام دی او خورا په زړه پورې نوښت دی.
سازماندهندگان محفل در سالن کنسرت ها فضای افغانی ایجاد نموده بودند. مهمانان جشنواره موسیقی را در حال می شنیدند که بالای قالین های پنج دردا در سالن که جای پای ماندن هم نبود نشسته بودند. سازمانده محفل دکتر شمامود گویا گفت: اولتر از همه سلام های خود و همکارای خود خدمت تمام کارمندا و کارکنای رادیو روسیه و شنونده های محترمشان تقدیم میکنم. هدف برگزاری محفل امروز اجرای دین ما، وظیفه ما در مقابل فرهنگ افغانستان و موسیقی افغانستان است. ما امروز 10 پارچه موسیقی افغانی را، ملودی های افغانی را در نوتیشن آوردیم و توسط همکارای خود او را بر دوستا تقدیم میکنیم. در حدود 3 ماه این پروژه کار شده، بیشترش 80 ساعت در این مورد تمرین صورت گرفته و دوستایی که به عنوان بخش همکار هستن هم ایشان متخصصین بخش های مختلف موسیقی هستن که امیدوار هستیم یک کار تازه در بخش کشاف موسیقی افغانستان محسوب شد. شرکت کنندگان کنسرت صحت و موافقت های هنری آرزو می کنیم. موسیقی سرحد نمی شناسد، موسیقی از قلب به قلب را می یابد. برای روح روسی با وجود آن که بسیار دور با وجود آمده قابل فهم است. این موسیقی در جایی با وجود آمده که با تاسف در آنجا آرامش وجود ندارد، ولی موسیقی باز هم تنین انداز است و مردم را در سراسر جهان با هم متحد می سازد.